تمرین یک، نمودار مکان زمان نوسانگری به شکل زیر هست. میگه که معادله حرکت این نوسانگر را در SI بنویسید. روی نمودار مکان ما بر حسب سانتی متر هست. وقتی در سیستم SI می‌نویسیم باید دقت بکنیم که تبدیل واحد ها را انجام بدیم. این 3 ثانیه‌ای که اینجا وجود دارد با توجه به اون چه که در مربوط به درس نوسان و موج گفتیم، 3 ثانیه زمان 3T4 بود که شده 3 ثانیه. از اینجا تی برابر میشه با 4 ثانیه، اومگا برابر 2 پی تیوم هست، میشه 2 پی تقسیم بر 4، میشه π2 رادیان بر ثانیه. ایکس مساویه آی ما 6 سانتی متره، اینجا از 6 شروع شده، بنابراین در سیستم حساب میشه 6/100 کوسینوس اومگای من π2 هست در تی. این معادله حرکت نوسانی ساده این نمودار هست. بعد گفته که زمان T1 را به دست آورید. آنچه که از ما خواسته مقدار T1 را گفته به دست آورید. T1 مربوط هست به ربع سوم. برای اینکه تا اینجا T4 بود، اینجا T2 بود، اینجا 3T4، ربع سوم هست. با توجه به اینکه کوسینوس فی برابر ایکس آم هست، در لحظه T1 مکان من منهای 3 رادیکال 3 سانتی متره، دامنه من 6 سانتی متر میشه منهای رادیکال 3/2. رادیکال 3/2 کوسینوس خانواده π6 هست، بنابراین وقتی در ربع سوم باشه میشه پی به علاوه π6 برابر 7π6 رادیان. در لحظه T1 فازی که نوسانگر ما طی کرده 7π6 است. حالا با توجه به رابطه فی مساوی اومگا تی، 7π6 مساوی اومگا π2 در T1، پی ها از طرف این حذف میشه، این دو با این دو حذف میشه، اینجا میمونه 3 که T1 میشه 7/3 ثانیه. زمان T1 را به دست آوردیم، 7/3 ثانیه هست. معادله حرکت نوسانی ساده ما ایکس مساوی 6/100 کوسینوس π2 تی هست، اومگا را π2 به دست آوردیم. حالا برمیگردیم ببینیم دوباره مثال چه خواسته. میگه متحرک در لحظه T1 به علاوه T4 در کدوم نقطه قرار دارد؟ میدانیم که T را به دست آوردیم 4 ثانیه است. T4 میشه 1 ثانیه. خود T1 چقدر هست؟ 7/3 ثانیه. بنابراین وقتی ما بخواهیم مکان نوسانگر را در لحظه T1 به علاوه T4 به دست بیاریم، کافی است که در معادله حرکت نوسانی ساده‌ای که به دست آوردیم ایکس مساوی 6/100 کوسینوس π2 تی، به جای تی بذارم T1 به علاوه T4، T1 را 7/3 ثانیه به دست آوردیم. T4 ثانیه بود، تقسیمش میشه 1. پس در زمان 7/3 به علاوه 1 مساوی 10/3 ثانیه میشه، میخوام ببینم ایکس من در کجا قرار دارد. میشه 6/100 کوسینوس π2 رو مینویسیم، به جای تی 10/3 میذارم، ایکس مساوی 6/100 کوسینوس این دو با اون 10 حذف میشه، اینجا میمونه 5. پس ایکس مساوی 6/100 کوسینوس 5π3 میشه 6/100 کوسینوس 2π منهای π3، 2π منهای π3. کوسینوس 2π منهای آلفا همان کوسینوس آلفا است، پس ایکس مساوی میشه با 6/100
کوسینوس پی سوم، کوسینوس پی سوم میدونیم یک دوم هست، میشه 6 صدم ضرب در یک دوم میشه 3 صدم متر یا 3 سانتی متر. پس مکان نوسانگر در لحظه تی یک به علاوه تی چهارم که شد 10 سوم ثانیه گفته در کدام نقطه قرار دارد؟ در 3 سانتی متری مرکز نوسان ما قرار دارد که نصف دامنه ما هست. دامنه ما 6 سانتی متر بود. بعد قسمت دیگر مسئله میگه متحرک در تمساوی 30 ثانیه در چه مکانی بر حسب سانتی متر. وقتی بر حسب سانتی متر میخواد در معادله حرکت 6 صدم متر را سانتی متر میگذارم، به جای تیش هم 30 میذاریم، ببینیم که چی به دست میاد. پس قسمت 4 مثال که از مثالهای بسیار مهم حرکت نوسانی ساده است میگه معادله را به صورت 6 کوسینوس پی دوم تی بنویسید. حالا تی بشه 30 ثانیه، مکان این چند سانتی متر میشه؟ قرار میدیم به جای تی میذارم سی، سی تقسیم بر دو 15، ایکس میشه 6 کوسینوس 15 پی. میدونیم که مضربه های فرد پی کوسینوس رو منهای یک، یعنی کوسینوس دو ان منهای یک ضرب در پی منهای یک، مضرب های زوج پی کوسینوسشون یک هست. بنابراین چون 15 مضرب فردی هست، کوسینوس 15 پی منفی یک هست، پس ایکس مساوی 6 ضرب در منفی یک میشه منهای 6 سانتی متر. مکان نوسانگر در ت مساوی 30 سانتی منهای 6 سانتی متر دامنشه در جهت منفی محور ایکس هاست. پس متحرک در ت مساوی 30 ثانیه در چه مکانی بر حسب سانتی متر قرار دارد؟ در مکان منهای 6 سانتی متر. قسمت آخر این مثال میگه که 5 در این 30 ثانیه چند نوسان کامل انجام داده است. این خیلی مهمه، مربوط به مفاهیم حرکت نوسانی ساده است. ببینید من چجوری اینو به سادگی به دست میارم؟ با توجه به درسی که در جلسات اول و دوم داشتیم میتونیم به راحتی قسمت 5 این مثال را حل بکنیم که در ت مساوی 30 ثانیه تعداد نوسانات ما چند تاست. میدانیم که تی مساوی مدت زمان یک نوسان کامل، اینجا این تعداد نوسانات هست. ما تی را به دست آورده بودیم، شده بود دوره نوسانات ما 4 هست، مساوی تی کوچک 30 ثانیه است. میگه تعداد نوسانات از اینجا این مساوی میشه با 30 به روی 4، 15 دوم، 7.5 نوسان کامل انجام میده. 7.5 نوسان کامل انجام میده. این مثال بسیار بسیار خوبی هست برای حرکت نوسانی ساده که بتونیم از روی نمودار مکان زمان معادلش رو به دست بیاریم، مقادیر تی ها را در هر نقطه از حرکت نوسانی حساب بکنیم، مکان متحرک و یا نوسانگر را در هر زمان به دست بیاریم و همچنین بتونیم تعداد نوسانات را در بازه های زمانی مختلف محاسبه بکنیم. این مثال خیلی خوبی بود. حالا بریم سراغ سوال دوم مربوط به دستگاه یا سامانه جرم و فنر هست. تمرین دو میگه نمودار مکان زمان نوسانگری در سامانه جرم فنر به شکل زیر است. اگر ضریب سختی فنر کا برابر 100 نیوتن بر متر باشد، اولا جرم نوسانگر چند کیلوگرم است؟ ثانیاً اندازه شتاب نوسانگر در 15 صدم ثانیه چند متر بر مجذور ثانیه است؟ بسیار خوب، نمودار ما این هست. این یک دور کامل هست، یک نوسان کامل هست که دوره نوسانات ما 14 ثانیه است. تمرین دو دوره نوسانات ما 14 هست، از اینجا اومگا برابر 2 پی تی اوم هست.
دو پی تقسیم بر چهار دهم، ده میره صورت میشه 20 پی چهارم، میشه 5 پی رادیان بر ثانیه. این اومگای ما هست، یکاش هم رادیان بر ثانیه است. حالا با توجه به این نمودار که ضریب سختی فنر را هم برای ما 100 نیوتن بر متر داده، الان میخوایم ببینیم که جرم نوسانگر چند کیلو میاد. وقتی که سیستم یا سامانه وزن فنر را به ما میدن، یک رابطه بسیار مهمی برای این سامانه داریم که ام اومگا 2 مساوی کا ثابت فنر هست. از اینجا من اومگا را پیدا کنم، میشه رادیکال کا امون. به جای اومگا میتونم دو پی اف بذارم، به سامدش به دست میاد، دو پی تیوم بذارم دورش به دست میاد. اما اینجا جرم را از ما خواسته، وقتی جرم را بخواد لازم نیست که این رابطه را بنویسیم، مستقیما میتونیم از اینجا جرم را به دست بیاریم که ام مساوی کا به روی اومگا 2. یه نکته خیلی مهم اینجا وجود دارد، آخر مسئله را همیشه باید دقت کنیم، گفته پی 2 را برابر 10 بگیرید. پس جرمش میشه کا 100، اومگا به توان 2 میشه 25 پی 2. پی 2 را وقتی من 10 بگیرم، یه 10 با یه صفر این هست میشه، این مساوی میشه با این به 5 میشه 2، این به 5 میشه 5، 2 پنجم میشه 4 دهم. چون کیلوگرم خواسته، منم کیلوگرم نگه میدارم، برای اینکه گفته جرم نوسانگر چند کیلوگرمه. قسمت ب میگه اندازه شتاب نوسانگر در ت مساوی 15 صدم ثانیه چند متر بر مجذور ثانیه است. تأکیدی که اینجا دارم این هست که شبیه این سوال در تمرینات پایان فصل وجود دارد. اغلب کنکورهای آزمایشی و سوالات امتحان نهایی از این قسمت همیشه باید دقت بکنیم که زیاد داده شده. ما هم با تأکید قسمت بی را حل میکنیم. ما گفتیم که در حرکت نوسانی ساده شتاب متناسب با بعد هست با علامت منفی، یعنی شتاب و مکان علامتش مخالف همه، آ مساوی منهای اومگا 2 ایکس. شتاب علامتش با بعد مخالف هم هستند. من باید بتونم در ت مساوی 15 صدم ثانیه مکانشو به دست بیارم، اومگا را هم دارم، قرار میدم شتاب به دست میاد. معادله حرکت نوسانی ساده این را از روی نمودار میتونیم تشخیص بدیم که به چه شکل هست. دامنه نوسان ما 6 سانتی متر هست، دوره نوسانات ما 0.4، اومگاشون 5 پیه، پس ایکس مساوی 6 صدم کوسینوس اومگا تی. حالا تی را برای ما داده، گفته که در لحظه تی مساوی 15 صدم قرار میدم ایکس مساوی 6 صدم کوسینوس 5 پی در 15 صدم. چون جواب را متر بر مجرور ثانیه میخواد، در سیستم SI نوشتم x مساوی میشه با 6 صدم کوسینوس، این میشه 75 پی صدم، اینم مساوی 6 صدم کوسینوس 3 پی چهارم. 3 پی چهارم ربع دومه، پی منهای پی چهارم کوسینوسش منفی رادیکال دو دومه، یعنی کافیه که کوسینوس پی چهارم بلد باشیم، چون در ربع دوم کوسینوس منفی میشه منهای رادیکال دو دوم، پس ایکس مساوی 6 صدم ضرب در منهای رادیکال دو دوم برابر است با منهای 3 صدم رادیکال دو متر. مکان جسم در لحظه ت مساوی 15 صدم ثانیه است. میگه حالا از روی این شتابشو به دست بیارید. خب من اینو بالا می نویسم با رنگ دیگر که شتابشو بدونیم چقدره. در این رابطه به جای اومگا 5 پی میذارم به توان 2 25 پی 2. مکان من در ت مساوی 15 صدم شده 3 صدم رادیکال 2. 3 صدم رادیکال 2. گفته پی 2 را 10 بگیرید، پس یک صفر این
با این پی دوی من حذف میشه. پس آ مساویه. مکان من در ت مساوی 15 صدم ثانیه منفی شده، پس شتاب من مثبت خواهد شد. منفی در منفی مثبت خواهد شد. 25 ضرب 75 دهم رادیکال 2 آ مساوی میشه با 75 به 10 میشه 7.5 رادیکال 2 متر بر مجذور ثانیه. متر بر مجذور ثانیه. وقتی مکان من منفی باشد قطعا شتاب من مثبت هست. مثال بسیار خوبی بود از مکان نوسانگر در زمانهای مختلف و پیدا کردن شتاب آن در اون لحظه. تمرین 3 میگه اگه در شکل زیر که مربوط به نوسانگر سامانه جرم فنر هست معادله مکان زمان آن را در SI بنویسید. یه نمودار داده میگه معادله اینو در SI بنویسید. مقدار تپریم را به دست بیارید. تپریم جایی است که مکان نوسانگر در ربع دوم به منهای 6 رادیکال 2 سانتی متر رسیده. قسمت جیم گفته اندازه شتاب را در تپریم محاسبه کنید و قسمت دال سرعت نوسانگر چقدر باشد تا انرژی جنبشی و پتانسیل با هم برابر باشند. پی دو برابر 2.5 پی مساوی 10 در نظر بگیرید. خود مسئله اینو گفته. بسیار عالی. نمودار ما 16 ثانیه 3T4 پس من 3T4 مساوی 16 ثانیه است. از اینجا تی برابر میشه با 2.4 تقسیم بر 3/10 میشه 8/10 ثانیه. اومگا برابر 2πt. 2π به روی 8/10 میشه 20π/8 5/2π یا 2.5π رادیان بر ثانیه. چون 2.5 پی را هم گفته 10 بگیریم، میتونیم اومگا را 10 در نظر بگیریم. بعد نمودار از روی نمودار اومگای ما 2.5 پی هست. معادله مکان زمانش را به دست بیارید. ایکس مساوی آ کوسینوس اومگا تی. از روی نمودار دامنه ما مشخصه. دامنه 12 سانتی متر ماکسیموم مقدار بود دامنه است. پس این هم مساوی 12/100 کوسینوس 5π2t. این قسمت الف مسئله هست. در SI خواسته 12/100 کوسینوس 5π2t هست. بعد میگه که مقدار تپریم را به دست بیارید. باید اینجا خیلی دقت کنیم. ما در جلسات اول و دوم گفتیم که وقتی نمودار مکان زمان ما چنین شکلی باشد، اینجا تی چهارم بود، انتهای ربع اوله، بعد وارد ربع دوم میشه، تا اینجا ربع دومه. پس بنابراین تپریم در ربع دومه. کوسینوس فی برابر ایکس آوم برابر است با منهای 6 رادیکال 2 به روی دامنش 12 میشه منهای رادیکال 2/2. فاز نماینده فاز ما پی چهارم هاست، ولی چون در ربع دومه میشه پی منهای پی چهارم که برابر 3π4 رادیان را در زمان تپریم طی کرده. فی مساوی اومگا در تپریم، 3π4 مساوی اومگا 5π2 در تپریم هست. این پی با این پی میره، این 2 هست میشه، این میشه 2. تپریم مساوی میشه با 3/10 ثانیه. پس مکان ما در لحظه تپریم که منهای 6 رادیکال 2 است، تپریم ما 3/10 ثانیه است. بعد قسمت جیم میگه اندازه شتاب در لحظه T1. من برای اینکه شتاب را در لحظه تپریم به دست بیارم، ملاحظه میکنیم که در لحظه تپریم در مکان منهای 6 رادیکال 2، پس شتابش مثبت خواهد بود، چون علامت شتاب و مکان مخالف همه. مکان من در تپریم منفی 6 رادیکال 2، پس شتاب من
قطعا مثبت خواهد بود. اینجا را پاک می کنم تا بتونم شتاب را در لحظه T1 که مکان جسم منهای 6 رادیکال 2 سانتی متر پیدا کنم. آ برابر منهای اومگا 2 ایکس. منهای اومگا 2 اومگا 5 پی دومه به توان 2 ضرب در ایکس ما 6 رادیکال 2 با علامت منفی سانتی متر تقسیم بر 100 میشه. چون جواب را متر بر مجرور ثانیه میخواد در سیستم SI حل میکنیم. منفی در منفی مثبت هست. پس وقتی که مکان ما منفی باشه قطعا شتاب ما مثبت خواهد شد. آ مساوی. این میشه 25 پی 2 به روی 4 ضرب در 6 رادیکال 2 به روی 100. پی دو را گفته 10 بگیرید. پس یه دونه پی دو با یه صفر این حذف میشه. شتاب ما برابر است با یه 4 از اینجا حذف میشه. میشه 2 این میشه 3 میشه 75 رادیکال 2 به روی 20. 2 ضرب در 10 به روی 20 میشه. اینم مساویه. 7.5 به 10 تقسیم میکنم. 7.5 رادیکال 10 دوم مساوی 3.75 رادیکال 2 متر بر مجذور ثانیه. شتاب نوسانگر در لحظه تپریم هست که برابر 3.75 رادیکال 2 متر بر مجذور ثانیه. اما قسمت بعدی مسئله میگه سرعت نوسانگر چند متر بر ثانیه باشد تا انرژی جنبشی و پتانسیل آن با هم برابر باشند. بسیار خوب. اینجا را پاک می‌کنیم تا بتونیم سرعتش رو به دست بیاریم. سرعت نوسانگر را می‌خوایم که ببینیم چند متر بر ثانیه باشه تا انرژی جنبشی و پتانسیل برابر باشه. می‌خوام وقتی کا برابر یو باشد ببینم سرعت من چقدر است. اینو میدونیم که سرعت ماکسیموم ما برابر آ اومگا هست. دامنه نوسان ما از روی نمودار دامنه نوسان ما 12 سانتی متر میشه 12 صدم متر. اومگای ما 2.5 پی هست. گفته بود 2.5 پی را برابر 10 بگیرید. یه 10 این با این یه صفر میره 12 به 10 و ماکسیموم من برابر 1.2 متر بر ثانیه است. حالا میگه سرعت را پیدا بکنید وقتی که انرژی جنبشی با پتانسیل برابر باشد. سرعت نوسانگر چند متر بر ثانیه باشد تا انرژی جنبشی و پتانسیل با هم برابر باشد. ما میدونیم که کای به علاوه یو برابر انرژی مکانیکیه. به جای یو کا بذارم دو تا کا برابر میشه با ای. کا به روی ای برابر میشه با 1/2. کا برابر 1/2 ام و 2 است. ای که ماکسیموم مقدار کا هست میشه 1/2 ام و ماکس به توان 2. 1/2 ام ها هست میشه و به روی و ماکس به توان 2. این 1/2 جذر میگیرم. 1 به روی رادیکال 2 مساوی وی را میخوام پیدا بکنم. وی ماکس هم هست 1.2 متر بر ثانیه. وی مساوی 1.2 به روی رادیکال 2 میشه 0.6 گویا کردم رادیکال 2 متر بر ثانیه زمانی که انرژی جنبشیش با پتانسیل برابر باشد. داوطلبان عزیز دقت بفرمایید. تمرین 4 ما هم یک سامانه جرم و فنر هست مربوط هست به بیشینه سرعت و انرژی پتانسیل و جنبشی. میگه با توجه به نمودار انرژی جنبشی بر حسب مکان یک نوسانگر که به این صورت هست، در اینجا انرژی جنبشی را بر حسب مکان رسم کرده. میدونیم که در مرکز نوسان انرژی جنبشی بیشینه است و برابر انرژی مکانیکی است. در دو انتهای مسیر در نقاط بازگشت انرژی جنبشی صفر، پتانسیل بیشینه است.
در مرکز نوسان انرژی پتانسیل صفر، جنبشی بیشینه است و برابر انرژی مکانیکی است. میگه در این نمودار اگر ضریب سختی فنر 1.6 نیوتن بر سانتی متر، باید دقت بکنیم اینو نیوتن بر سانتی متر داده، و جرمش 400 گرم باشد، بیشینه سرعت نوسانگر چند متر بر ثانیه است، دامنه نوسانگر چند سانتی متر است. ابتدا قسمت الف را حل می کنیم که از ما بیشینه سرعت را خواسته، وی ماکس برابر آ اومگا هست، اما ما دامنه نوسان را هم نداریم، ولی به جاش می تونیم از این مثالی که گفته ام اومگا دو برای فنر برابر کا هست، مقدار کا 1.6 نیوتن بر سانتی متر به 100 ضرب میکنیم میشه 160 نیوتن بر متر در سیستم SI. اومگا مساوی رادیکال کا امم هست، کا 160، جرم ما 0.4 کیلوگرمه، میشه 1600 چهارم میشه 400 جذرش 20 رادیان بر ثانیه. اومگا را دارم، اما از روی نمودار مشخص است که انرژی جنبشی در اینجا ماکسیمومش 0.8، کای ماکسیموم برابر ای هست که برابر 1/2 کا آ2. دقت باید بکنیم که این کایی که اینجا وجود دارد ثابت فنره، اگر به جای آ ایکس بذارم این میشه انرژی پتانسیل، وقتی ماکسیموم مقدار ایکس رو بذارم ماکسیموم مقدار انرژی پتانسیل که انرژی مکانیکی به دست میاد. خب مقدار این 0.8 مساوی 1/2 کا 160 ضرب در دامنه به توان 2، این میشه 80، آ به توان 2 میشه 0.8 به روی 80، 1/100 دامنه میشه 1/10 متر یا 10 سانتی متر. پس من وی ماکس رو به دست بیارم برابر آ اومگا، آ 1/10 متر هست، اومگا را به دست آوردیم 20 رادیان بر ثانیه میشه 2 متر بر ثانیه. پس آنچه که مسئله از ما خواسته، میگه بیشینه سرعت نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟ 2 متر بر ثانیه است. دامنه نوسان چقدره؟ دامنه نوسان را از اینجا به دست آوردیم که 1/10 متر. آ2 اینجا شده 1/100، آ مساوی میشه با 1/10، در اسای حل کردم بر حسب متر هست. اما قسمت جی میگه در لحظه ای که سرعت ما برابر 1/2 سرعت بیشینه باشد، انرژی پتانسیل نوسانگر چند ژول است. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. قسمت جیم مسئله خیلی مهمتر از دو قسمت قبلی هست. قسمت جیم را با تأکید با همدیگه بررسی میکنیم، با تأکید با همدیگه بررسی میکنیم. وی ماکسیموم شد 2 متر بر ثانیه. میگه وقتی سرعت ما 1/2 وی ماکسیمومه، یعنی 1/2 ضرب در 2 1 متر بر ثانیه است، انرژی پتانسیل رو میخواد. ما انرژی جنبشی را میدونیم برابر 1/2 ام و 2 هست، برابر است با 1/2 جرم را داده 0.4، وی 1 هست به توان 2، این 2 با این 2 هست میشه 0.2 ژول. انرژی مکانیکی برابر کای ماکس است، از روی نمودار 0.8 ژوله، ای مساوی کای به علاوه یو هست، پس یو برابر ای منهای کا هست، ای 0.8، کا وقتی سرعت ما 1/2 به ماکسیموم شده 0.2، کم بکنیم انرژی پتانسیل در اون حالت میشه 0.6 ژول. این انرژی پتانسیل نوسانگر است وقتی سرعتش برابر 1/2 سرعت ماکسیموم باشه. مثال 5 یا تمرین 5 میگه نمودار جابجایی مکان یک موج ارزی به شکل زیر هست. ما نمودار رو نگاه میکنیم. در این نمودار دلتا ایگرگ من 2 دامنه است. دلتا ایگرگ ما 2 دامنه است. دلتا ایکس ما که فاصله از اینجا تا اینجا هست نصف طول موج هست.
دلتا ایکس برابر است با لاندا دوم. حالا با توجه به این شکل، اگر تندی انتشار موج 3 متر بر ثانیه باشد، 3 متر بر ثانیه باشد، در این صورت طول موج چند سانتی متر است؟ خب دلتا ایکس ما لاندا دومه، دلتا ایکس رو داده 20 سانتی متر، پس این بشه 20 سانتی متر، لاندای من میشه 40 سانتی متر، چون سانتی متر میخواد همینجور نگه میداریم. بعد دامنه چند متر است؟ دامنه را متر میخواد. دلتا ایگرگ را از روی شکل نگاه بکنیم، دو تا دامنه است، دو تا دامنه که دلتا ایگرگ هست، دلتا ایگرگ رو داده 18 سانتی متر، 18 سانتی متر، پس دامنه ما 9 سانتی متر، یعنی 900 متر. اینو متر میخواد ولی اینو سانتی متر. بسامد نوسانات چند هرتز هست؟ قسمت پ. ما میدونیم که لاندا برابر و به روی اف، از اینجا بسامد اف برابر و به روی لاندا. به جای وی خودش گفته 3 متر بر ثانیه، لاندا طول موج ما 0.4 متره، پس اف مساوی 30.15 2.75 هرتز یکای بسامد هست. پس اگر شکل نوسانات ما به این صورت باشه که دلتا ایگرگ ما که دو تا دامن است برابر 18 سانتی متر باشه، دامنه ما 9 سانتی متر میشه 900 متر. دلتا ایکس ما لاندا دومه، چون کل فاصله از اینجا تا اینجا میشه یه لاندا، اینجا نصف میشه لاندا دوم، شده 20 سانتی متر، لاندا میشه 40 سانتی متر. میگه اگر سرعت انتشار تندی موج 3 متر بر ثانیه باشد، بسامد نوسانات چقدره؟ یه رابطه خیلی مهم داریم، لاندا مساوی و به روی اف، از اینجا اف میشه و به روی لاندا، وی 3 هست، لاندا 40 سانتی متر یا 14 متر، میشه 30.15 2.75 هرتز. بسامد نوسانهای چشمه این موج 7.5 هرتز هست. تمرین 6. سر آزاد فنری گفته به جرم 0.4 کیلوگرم، جرمش 0.4 کیلوگرم هست، به صورت سینوسی بالا و پایه میبریم، پس موج ما عرضی خواهد بود. اگر طول فنر 2 متر باشد و نیروی کشش اعمال شده 6 نیوتن باشد، تندی انتشار این امواج چقدر هست؟ میدونیم که سرعت انتشار امواج عرضی از رابطه وی مساوی رادیکال اف به روی مو به دست میاد، مو برابر ام به روی ال، جرم واحد طول فنر یا تناب هست. جرم را داده 0.4، طولش را داده 2 که میشه 4/20 مساوی 1/5 کیلوگرم بر متر. قرار میدیم اف 6 نیوتن هست، مو 1/5 هست، پس سرعت انتشار امواج عرضی این فنر رادیکال 30 متر بر ثانیه است. فنر وقتی که متراکم بشه رها بکنیم، موجش طولیه، اما به صورت بالا و پایین سینوسی موج ایجاد کنیم، عرضی خواهد بود، سرعت انتشار امواج عرضی از رادیکال اف به روی مو به دست می آید. تمرین شماره 7 مربوط به تندی موج‌های P و S در زمین لرزه ها هستند. در زمین لرزه دو تا موج ایجاد میشه، یکی موج P هست که طولیه، دیگری موج S هست که عرضیه. معمولاً تندی موج‌های P بیشتر از تندی موج‌های S هست. وقتی به سطح زمین میرسن اختلاف زمانی با هم دیگه دارن، این اختلاف زمانیشون گفته 1 ثانیه هست. بنابراین وقتی دلتا تی دو تا موج 1 ثانیه هست، دو تا موج میخوان به سطح زمین، ارتفاع اچی را به سطح زمین میان با سرعت های مختلف، دلتا تی پ مساوی ارتفاع اچ را با سرعت وی پ میاد مساوی اچ به روی سرعت
یا تندی انتشار موج‌های پ 8.5 کیلومتر بر ثانیه است. زمان رسیدن موج‌های اس به سطح زمین تا ارتفاع اس را بالا بیاد اچ به روی وی اس خواهد بود که برابر اچ به روی 4.25. اختلاف زمانی این دوتا موج وقتی به سطح زمین میاد میشه اچ در 1/4.25 منهای 1/8.5. این اختلاف زمانی برابر 1 هست. خودش به ما داده اختلاف زمانیشون 1 ثانیه است تا به سطح زمین میان. اچ در 8.5 تقسیم بر 4.25 میشه 2، تقسیم بر 8.5 میشه 1، 2 منهای 1 مساوی 1. در نتیجه اچ مساوی 8.5 کیلومتر. کانون زمین لرزه در 8.5 کیلومتری مرکز زمین هست. هرچه کانون زمین لرزه پایین تر باشد، ارتفاع بیشتری باشد، قدرت تخریبش وقتی به سطح زمین میرسه کمتر میشه. معمولا زمین لرزه ها اونهایی که زیر در ارتفاع زیر 10 کیلومتری زمین انجام میگن قدرت تخریبشون کمتره، ولی اونهایی که نزدیک سطح زمین یعنی کمتر از 7 کیلومتر باشه معمولا قدرت تخریبشون بیشتر هست. تمرین شماره 8 مربوط به شدت صوت است، از مباحث بسیار مهم قسمت صوت است. میگه یک چشمه صوتی موجهایی را با توان 48 وات در فضا تولید میکند. شدت صوت آن را در فاصله 2 متری از چشمه حساب کنید، در صورتی که پی مساوی 3 باشد. شدت صوت آهنگ انتقال انرژی به واحد صد به صورت عمود بر سطح هست و چون امواج صوتی به صورت کره در فضا منتشر میشن به جای 104 پی آر 2 سطح کره را میذاریم. آرش میشه 2 متر میگه باشه، در فاصله 2 متری پ 48 وات هست. 4 را پی را گفته 3 بگیرید، 2 به توان 2 هم میشه 4 ضرب در 4 16 ضرب در 3 48، 48 به 48 میشه 1، 1 هم وات بر متر مربع است. پس شدت این صوت در فاصله 2 متری 1 وات بر متر مربع است. میگه تراز شدت صوت در این فاصله چند دسیبل است. تراز شدت صوت را با بتا نشون میدیم که برابر 10 لوگاریتم آی به روی آی صفر. ما قوانین لوگاریتم را در جلسات قبلی با هم خوندیم، هم ضربش و هم تقسیمش و مفهوم لوگاریتم را. وقتی تراز شدت صوت تعریف میشه در لوگاریتم طبیعی که پایش 10 هست تعریف میشه، بر حسب دسیبل میخواد این ضریب 10 باید وجود داشته باشه. لوگ آی رو به دست آوردیم 1 وات بر متر مربع. آی صفر شدت صوت آستانه یا مبنا هست که 10 به قوه منهای 12 وات بر متر مربع هست. این به این شکل نوشته میشه 10 تا لوگاریتم، این میاد صورت میشه 10 به قوه 12، 12 میاد ضریب میشه، میشه 10 ضرب در 12 لوگ 10 در پایه 10 1، 10 ضرب در 12 میشه 120 دسیبل. پس تراز شدت این صوت در فاصله 2 متری 120 دسیبل است. قسمت دیگرش میگه اگر شدت صوت دریافتی از یک چشمه 4 ضرب در 10 به منهای 6 وات بر متر مربع باشد، تراز شدت این صوت چند دسیبل است. لوگاریتم 2 را هم برای ما داده 0.3. از اون تست های بسیار مهمی که در کنکورهای آزمایشی تکرار میشه این قسمت سوم این مسئله است، ولی جز مثال های بسیار مهم پایان کتاب هست که مشابهش هم وجود داره. با همدیگه این قسمتشو بررسی میکنیم. گفته که شدت صوت دریافتی به 4 ضرب در 10 به قوه منهای 6 وات بر متر مربع باشد، در این صورت تراز شدت صوتش بتای این چند دسیبل است. لوگ 2 را هم به ما داده 0.3. گفتیم تراز شدت صوت 10 لوگ آی به روی آی صفره، بتا مساوی 10 لوگاریتمه.
آی را داده 4 ضرب در 10 به منهای 6 وات بر متر مربع، پس آی صفرش هم وات بر متر مربع که 10 به قوه منهای 12 هست قرار میدیم. این میاد بالا میشه لوگاریتم 4 ضرب در 10 به قوه مثبت 6، چون 10 به منهای 12 علامتش عوض میشه. پس بتا مساوی 10 رو می نویسم. ما گفتیم که لوگاریتم ضرب دو عدد میشه مجموع لوگاریتم هاشون، میشه لوگ 4 به علاوه لوگ 10 به قوه 6. لوگاریتم 4 رو می نویسیم 2 تا لوگ 2، چون 4 عبارت هست از 2 به توان 2، 2ش میاد ضریب میشه. لوگاریتم 10 به قوه 6 هم که میشه 6 تا لوگ 10، لوگ 10 یک 6 میشه. پس بتا مساوی 10 دو تا لوگاریتم 2، لوگاریتم 2 3/10، اونم 6 مساویه. 2 ضرب در 3/10 6/10، با این 6 میشه 6 و 6/10 ضرب در 10 میشه 66 دسیبل. این تراز شدت صوت آی مساوی 4 ضرب در 10 به منهای 6 وات بر متر مربع است. اما قسمت تی هم داره که نیاز به توضیح داره، تو تمرینات کتابتون هم هست، بسیار هم مهم هست و این مثال در تمرینات آخر کتاب درسی وجود داره، مبحث نوسان و موج، ولی مطلبش در کتاب به اون شکلی پرداخته نشده. این یکی از ضعف‌های کتاب درسی امسال 12 هست. از جمله عرض کردم که رابطه شتاب بر حسب بود در داخل درسنامه وجود نداره، ولی یکی از تمرینات بسیار مهم پایان فصل هست. قسمت تی این مثال 8 هم از این نوع هست، با هم بررسی میکنیم که تراز شدت صوت گفتیم 10 تا لوگ آی به آی صفر. این زمانی که من شدت صوت آی 1 را به آی صفر بسنجم این میشه بتا 1. اما من بخوام تراز شدت صوت آی 2 را پیدا بکنم نسبت به آی صفر بسنجم، یه بتا 2 میشه. بتا دو منهای بتا یک خودش یه بتاییست که این منهای این بکنم، من از دهش فاکتور بگیرم، این منهای این تفاضل لوگاریتم ها میشه تقسیمشون، لوگاریتم آی دو به آی صفر تقسیم بر آی یک به آی صفر، آی صفر هاشون هست میشه، میشه آی یک به آی دو به آی یک. بتا دو منهای بتا یک یه بتایی هست که 10 تا لوگ آی دو به آی یک. حالا بتا یک منهای بتا دو دقت بفرمید میشه 10 تا لوگ آی یک به آی دو. چرا این شکلی می نویسم؟ چون بتا یک من مربوط به دی یک بیشتر هست، نمیخوام لوگارت منفی به دست بیاد. لوگارت مای منفی را ممکنه در محاسباتش اشتباه بکنید، ولی با لوگارت مدد مثبت راحت تر میتونید محاسبه کنید. این 25 بتا یک 25 دسیبله، بتا دو 20 دسیبله، مساوی 10 تا لوگ آی یک به آی دو. این میشه 5 مساوی لوگ آی یک به آی دو. این رابطه خیلی مهمیه. بیست و پنج منهای 20 مساوی 10 تا لوگ آی یک به آی دو، رابطه بسیار مهمیه. حالا ببینیم اینو چجوری میخوایم خلاصه بکنیم. از اینجا طرفین رو به 5 تقسیم میکنم، لوگ آی یک به آی دو، از اینجا 1/2 مساوی میشه با لوگ آی یک به آی دو. دقت بفرمید، آی یک به آی دو میشه 10 به قوه 1/2. این تعریف لوگاریتم است. آی یک به آی دو میشه پایه این دهه، 10 به قوه 1/2 که رادیکال دهه. اما میدونم آی یک به آی دو برابر دی دو به دی یک به توان دوه، چون شدت صوت نسبت عکس با مجرور فاصله داره، برابر است با رادیکال ده. پس دی دو به دی یک میشه رادیکال ده فرج 4، یعنی جذر میگیرم از این. از ما دی یک به دی دو را خواسته بود، معکوس میکنم 1 به روی رادیکال 10 فرج 4. نسبت دی یک به دی دو ما میشه 1 به روی رادیکال 10 فرج 4.
اینها تمرینات شاید یه مقدار سخت‌تر بودند، ولی اشکال محاسباتی ما را در تست‌ها و حل مسائل به مینیمم مقدار خودش می‌رساند. ما زمانی می‌توانیم ادعا بکنیم که یک فصل را کامل یاد گرفتیم که بتونیم نسبت به اون تسلط و تثبیت کامل داشته باشیم. این 8 مثالی که حل کردیم پوشش مسائل و مطالبی هست که در درس مبحث نوسان و موج گفتیم. الان مبحثی را می‌خوایم به صورت فشرده با هم بررسی بکنیم، چون در حل سوال، حل مسائل امتحان نهایی مشخصاً جاهای خالی را با مفاهیم فیزیکی، جملاتی که درست هستن یا غلط هستن، عبارتهایی که باید مشخص کنیم را باید بلد باشیم. مال هر فصل را به صورت جداگانه در آوردیم. بعد از حل این مسئله میخواییم که به صورت مختصر به اونها بپردازیم. میخوایم که مربوط به فصل نوسان و موج جاهای خالی را پر کنیم و عبارتهایی که درست هستند یا غلط هستند را با همدیگه بررسی بکنیم. میگه جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. الف، حرکت هماهنگ ساده نوعی از نوسان موسوم به نوسان دوره‌ای هستند. حرکت‌های هماهنگ ساده حرکت‌های دوره‌ای هستند. مدت زمان یک چرخ دوره تناوب حرکت نامیده می‌شود که ما با تی بزرگ نشان می‌دیم. پ، به وسیله‌ای که برای ثبت نوسان‌ها از آن استفاده می‌شود نوسان نگار گفته می‌شه. نوسان نگار می‌گوییم. وسیله‌ای که برای ثبت نوسان از آنها استفاده می‌شود نوسان نگار میگوییم. قسمت ت، در سامانه جرم فنر با کاهش یا افزایش ثابت فنر میخوایم ببینیم دوره نوسانات فنر چی میشه. میدونیم که دوره نوسانات سامانه وزن فنر از این رابطه به دست میاد که وقتی من بخوام تی زیاد بشه یا باید جرم نوسانگر زیاد بشه یا ثابت فنر کم بشه. با کاهش ثابت فنر دوره نوسانات وزن فنر افزایش پیدا میکنه. قسمت سه، در چه نوع موجی جا به جای هر جزء نوسان از محیط انتشار عمود بر جهت انتشار. وقتی عمود باشه موج عرضی است. در موجهای عرضی هر جزء از نوسان کننده از محیط انتشار عمود بر جهت انتشار است، مثل امواج تار، تناب، امواج الکترومغناطیس، امواجی که در سطح آب منتشر میشن، همگی عرضی هستند. قسمت جیم، فاصله بین دو قله مجاور یا دو قله متوالی یا دو دره متوالی طول موج نام دارد. فاصله بین دو قله مجاور طول موج نام دارد. وقتی هم که بررسی می کردیم در جبهه موج دیدیم که فاصله بین دو قله متوالی یا فاصله بین دو دره متوالی طول موج نام دارد. قسمت چه، در یک موج دایره‌ای جبهه های موج به صورت دایره های هم مرکز است و بردار سرعت موج در راستای شعاع دایره است. واو، در یک موج الکترومغناطیسی بسامت های میدان ها با هم برابر است و آنها همگام با یکدیگر تغییر می کنند. یعنی جایی که میدان الکتریکی موج مغناطیسی ماکسیمومه، میدان مغناطیسیش هم ماکسیمومه، همگام با هم تغییر میکنن. قسمت ه، میگه
امواج لرزه‌ای اولیه را با نماد پ نشان دادیم و امواج ثانویه را با نماد اس نشان میدیم. امواج اولیه زمین لرزه ها پ طولی موجش منتشر میشه، امواج ثانویه ها که با اس نشان میدیم به صورت عرضی منتشر میشوند. در هنگام شنیدن تون‌های موسیقی می توان آنها را با دو ویژگی، ببینیم دو ویژگی تون‌های موسیقی، ارتفاع موج و بلندی موج هست که مربوط هستن به ادراک شنوایی ما. اینها قسمت‌های مهمی از جاهای خالی هستن که با کمیت‌های فیزیکی یا مفاهیم فیزیکی پر کردیم. الان می‌خوایم ببینیم که کدوم یک از عبارات فیزیکی زیر درست هستند، کدوم یک نادرست هست. اینها را هم با هم دیگه بررسی بکنیم. فصل نوسان و موج را با مفاهیمش ببندیم. امیدواریم که با تمرین اینها بتونید یک تسلط کافی نسبت به فصل نوسان و موج داشته باشید. یک، با ثابت ماندن دامنه و ثابت فنر، هرچه جرم جسم در سامانه جرم فنر بیشتر شود، انرژی پتانسیل بیشتر میشه. میخوایم ببینیم درسته یا نه. انرژی پتانسیل سامانه جرم فنر 1/2 کا ایکس دو است که کا ثابت فنر برابر ام اومگا دو هست. وقتی که جرم افزایش پیدا می کند، در این صورت انرژی پتانسیلش نیز افزایش پیدا می کند. جرم زیاد بشه، انرژی پتانسیلش هم زیاد خواهد شد. یک، درسته. دو، دوره تناوب آونگ ساده به شتاب گرانش و دامنه بستگی دارد. دوره آونگ ساده بود 2π رادیکال ال ژئوم، به شتاب گرانش بستگی داره ولی به دامنه بستگی ندارد. پس دو غلطه. سه، بسامت نوسان واداشته همواره متفاوت بسامت طبیعی یک نوسانگر هست. همواره متفاوت نیست، چون در حالت تشدید بسامت طبیعیش با بسامت واداشته شده برابر میشه، حالت تشدید میشه. پس همواره اینجوری نیست. سه هم غلط هست. چهار، منشأ یکسان امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی باعث شده که این دو موج مشخصهای یکسان. اصلا منشأ امواج مکانیکی یک چیز هست، منشأ امواج الکترومغناطیسی شتاب گرفتن ذرات باردار هست، هیچ ربطی به هم ندارن. چهار کاملا غلط هست. ما در مبحث نوسان و موج گفتیم موج انتقال انرژی را انجام میده بدون انتقال ماده. ماده منتقل نمیشه، انرژی را موج منتقل میکنه. شماره 5 میگه در موجهای پیشرونده که میتونه موج عرضی یا طولی باشه، ماده به همراه موج منتقل میشود. غلطه. در انتقال انرژی موج وقتی انرژی را منتقل میکنه، ماده را منتقل نمیکنه. 5 هم غلط هست. 6، وقتی چشمه نور به ناظر ساکن نزدیک می شود، انتقال به قرمز رخ می دهد. غلطه. انتقال به آبیه. برای اینکه وقتی چشمه نور به ناظر ساکن نزدیک می شود، بسامد نور زیاد می شه، به سمت طول موج های کوتاه‌تر جا به جا می شه، از قرمز به سمت آبی جا به جا می شه. 6 هم غلط هست. آخرین عبارت میگه در یک موج الکترومغناطیسی وقتی اندازه میدان الکتریکی بیشین است، اندازه میدان مغناطیسی صفر. غلطه. گفتیم که در امواج الکترومغناطیسی میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی همگام تغییر میکنند. یعنی وقتی اندازه میدان الکتریکی ماکسیموم یا بیشین است، اندازه میدان مغناطیسی آن هم بیشینه خواهد بود، همگام تغییر میکنند. بنابراین 7 هم نادرست هست. امیدوارم که این فصل را که با هم دیگه بررسی کردیم تمرین خوب بکنید، کاملا تسلط داشته باشید تا تثبیت کاملی از مفاهیم این فصل در ذهنتون انجام بگیرد.
ما هم براتون دعا میکنیم. خدا نگهدارت.